در حالی که هنوز جوهر احکام احزار و بازداشت مدیران دولتی در رابطه با اختلاس 3000 میلیارد تومانی خشک نشده نجیب حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت از واریز نشدن بیش از دو میلیارد دلار مازاد درآمد نفتی به خزانه کشور خبر داد در چنین اوضاع و احوالی محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران در خبر آنلاین با اشاره به اثرات اختلاس بر فضای کسب و کار ایران نوشته اگر سیستم بانکی به سمت قفل شدن پیش برود و نیازهای واحدهای تولیدی و تجاری را با محدودیت ها و مسدودیت های بیشتر روبرو کند زایه آن به مراتب بیشتر از اختلاس خواهد بود سیامک شجاعی کارشناس و استاد اقتصاد در آمریکا در واکنش به هشدار رئیس اتاق بازرگانی ایران به صدای آمریکا گفت من به هیچ وجه با صحبت آقای نهاوندیان موافق نیستم در حقیقت نوعی اعتراف این آقای نهاوندیان به این مسئله است که در ایران برای اینکه بشه سیستم بانکی کار خودش رو انجام بده باید یک جور هرج و مرج و به هیچ گونه مقرراتی وجود نداشته باشه و رؤسای بانک هم از اینکه قوه قضاییه بیاد سراغشون رو بگه چرا برخلاف مقررات وام داری یا گشایش اعتبار کردی نگران نباشند پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران بعد از زور روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در خصوص محدود شدن گشایش خط اعتباری در بانک مسکن به واسطه اختلاس 3000 میلیارد تومانی اخیر گفت پس از تشدید تحریم های اقتصادی بانک مسکن آخرین نقطه امید در زمینه گشایش خط اعتباری برای فعالان اقتصادی بود که آن هم به واسطه تخلفات مالی گروهی دیگر با محدودیت روبرو شده است. به نظر میرسه که این یک سازی است که با یک رهبری بسیار ارکستریتد یعنی هدایت شده از یک جایی داره از گوشه های مختلف به صورت یک گروه سمفونیک نواخته میشه و من تصور میکنم نگرانی همه ی آقایون این است که دست به هر حال تا مدتی از این وامهای های بانک ها و سیستم بانکی کشور کوتاه بشه یحیی اسحاق وزیر اسبق بازرگانی و رئیس اتاق بازرگانی تهران در یادداشتی که در شماره روز دوشنبه روزنامه مردم سالاری منتشر شده است اما اگرهای تولید را شهر داده و نوشته ناگفته نماند که بسیاری از تولید کنندگان کشور هیچ تمایلی برای دریافت تسهیلات ندارند چرا که توان آنان برای بازپرداخت پایین است این گفتگوها و صحبت که میکنن همه یک مقداری مثل درد دل کردن و مثل اینکه بگید مثلا سرم درد میکنه باید آسپرینی پیدا کرد بد نیست اما به ساختار اقتصادی سیاسی اجتماعی ایران به خصوص ساختاری که باعث میشه که چنین به فاصلی به وجود بیاد اشاره نمیکنن سیامک شجایی راه حل نجات اقتصاد ایران را توجه به ساختارهای اقتصادی و اصلاحات بنیادین در این زمینه می داند. وفا زربهاری صدای آمریکا.